سلام با شما بینندگان گرامی تلویزیون ایران فردا. با من فریب و شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به عدم تعامل ایران در روند تحقیقات و بررسی ها پیرامون پژوهش های مشکوک گذشتش درباره تولید تسلیحات هسته‌ای ابراز نگرانی کرده است. ایران تا ماه آینده برای شفاف سازی فرصت دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که در آستانه ضرب العجله از پیش تعیین شده برای ایران جهت شفاف سازی درباره تحقیقات مشکوکی که پیشتر درباره تولید بمب اتمی در این کشور صورت گرفت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به کندی روند تحقیقات و خودداری ایران از تعامل و همکاری سازنده با بازرسان این نهاد ناظر بین‌المللی ابراز نگرانی کرده است. مقامات قدرت‌های غربی از مدت‌ها پیش از ایران خواستند که به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اتهامات مرتبط با تلاش‌ها و پژوهش‌های معطوف به تولید و توسعه تسلیحات هسته‌ای در گذشته پاسخ دهد، اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات غربی بارها تاکید کردند که شفافسازی ایران پیرامون نگرانی‌ها و پرسش‌های آژانس می‌تواند بر روند دیپلماتیک جاری برای حل و فصل بحران 10 ساله هسته‌ای ایران نیز تأثیری مثبت گذاشته و روند پایان دادن به این بحران را تسریع کند. گذشته از این، رفع برخی تحریم‌ها علیه ایران هم به پاسخگویی به این سوالات منوط شده است. ایران همواره در پاسخ به این اتهامات اعلام کرده که برنامه هسته‌ای این کشور تنها مقاصد صلح‌آمیز داشته و دارد و هرگز از این مسیر خارج نشده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، این اتهامات نادرست، بی‌پایه و مبتنی بر اطلاعات غلطی است که دشمنانش در اختیار آژانس قرار دادند. با این همه از زمان روی کار آمدن دولت میانه روی حسن روحانی، ایران وعده داده است که در همکاری با آژانس برای رفع این ابهامات تلاش خواهد کرد. اعلام آمادگی ایران برای پاسخگویی به این پرسش‌ها از سوی بسیاری از تحلیلگران به عنوان تحولی مهم تفسیر شده بود، چون آژانس پیشتر بارها تلاش کرده بود جوانب این ماجرا را روشن کند، اما ایران از همکاری بر سر این ماجرا خودداری می‌کرد. بر اساس توافق ایران و آژانس برای آغاز تحقیقات، ایران 2 ماه پیش پذیرفته بود که روند شفافسازی را تا 25 اوت 3 شهریور در 5 مرحله اجرایی کند. 2 مورد از این 5 مورد مستقیما به مسئله پژوهش‌ها پیرامون تولید بمب اتمی مرتبط است. یکی از سوالاتی که ایران در توافق دوم با آن پاسخ داده درباره موضوع چاشنی‌های انفجاری بوده، اما نتیجه پژوهش‌های آژانس در این باره هنوز اعلام نشده است. با این حال منابع دیپلماتیک به شرط افشا نشدن هویتشان به رویترز گفتند که تاکنون تمایل چشمگیری برای همکاری و تعامل از سوی ایران دیده نشده است، اما ایران همچنان برای عمل به تعهداتش زمان دارد. آنها این نکته را هم متذکر شدند که پیشتر نیز ایران معمولاً در دقیقه 90 پاسخ این سوالات را ارائه کرده است. رویترز در گزارش خود می‌گوید روند کند همکاری‌های ایران ممکن است این برداشت را در غرب تقویت کند که عدم تمایل جمهوری اسلامی به فراهم کردن امکان دسترسی آژانس به اطلاعات، تأسیسات و افرادی که برای تحقیقات مورد نیاز است ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا این لحظه نسبت به این موضوع واکنش رسمی نشان نداده است. مقامات آمریکایی تأکید کردند که پاسخگویی به سوالات، ابهامات و تردیدهای آژانس به موازات مذاکرات هسته‌ای تهران با 5+1 برای دستیابی به توافق جامع و پایان دادن به بحران هسته‌ای این کشور امری ضروری است. به گفته آنها، بررسی ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس یکی از مهمترین و دشوارترین موضوعات در دیپلماسی هسته‌ای با ایران است. هدف از گفتگوهای هسته‌ای با ایران که به تازگی و با توافق طرفین برای 4 ماه دیگر تا 3 آذر تمدید شده، حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای این کشور و مسدود کردن راه دسترسی جمهوری اسلامی به قابلیت تولید و توسعه تسلیحات هسته‌ای است.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواست از دولت مردان ایران بخواهد اعدام رسول حلومی و راضیه ابراهیمی را متوقف کنند. رسول حلومی 22 ساله و راضیه ابراهیمی 21 ساله هر دو در سال 2010 به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی به اعدام محکوم شدند. این فدراسیون از خانم اشتون خواسته تا در جریان گفتگوهای هسته‌ای با ایران به تعهدش نسبت به حقوق بشر از جمله حفظ کودکان از اعدام غیرقانونی پایبند باشد. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی از احتمال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با نامی جدید خبر داد. آقای آشنا گفته است معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده است که از تشکیل نظام صنفی مطبوعاتی کشور حمایت کند. بیش از یک سال از ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران می‌گذرد. بازگشایی این تشکل از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز 88 با شکایت وزارت اطلاعات و با دستور دادستانی تهران پلمب شد. سبا آذرپیک روزنامه نگار روزهای یک شنبه و دوشنبه 29 و 30 تیر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه در دو جلسه 4 ساعته محاکمه شد. شاهدان عینی از کاهش وزن مشهود او خبر دادند. او تا کنون تنها یک بار با منزل خود تماس گرفته است. پیش از این علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود در خصوص بازداشت وی وزارت اطلاعات گفته این کار توسط ما و اطلاعات سپاه انجام نشده و بازداشت این روزنامه نگار ظاهرا توسط دادسرای رسانه و فرهنگ و توسط دادستانی انجام شده و آنها باید پاسخگو باشند. سبا آذرپیک روز 7 خرداد ماه در منزلش بازداشت و پس از تفتیش محل کارش به زندان منتقل شد. به رغم تلاش‌های سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطین، حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد. در پی نگرانی‌های امنیتی، بسیاری از پروازهای بین‌المللی به تل‌آویو لغو شده است. به موازات تلاش‌های دیپلمات‌های سازمان ملل و وزارت امور خارجه ایالات متحده برای متوقف کردن جنگ میان اسرائیل و فلسطین که تاکنون جان بیش از 600 نفر را گرفته، روز سه‌شنبه 31 تیر ماه همچنان حملات گسترده اسرائیل به غزه ادامه یافت. مقامات اسرائیلی می‌گویند آتش‌بس برقرار نشده است. وزیر دادگستری اسرائیل در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل گفته است آتش بس قریب الوقوع نیست و من نور را حتی در انتهای تونل هم نمی بینم. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصر به سر می برد و در مذاکره با مقامات مصری مشغول زمین سازی برای آتش بس است. از سوی دیگر، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در تل‌آویو به دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رفته، اما همه این تلاش‌ها تاکنون تأثیری بر روند درگیری‌ها نداشته و دود و غبار انفجار همچنان در آسمان غزه قابل رؤیت است. بمباران همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد اسرائیل تا پیش از تحقق اهدافش مبنی بر از بین بردن شبکه‌های تونلی شبه نظامیان حماس عجله‌ای برای برقراری آتش بس ندارد. جان کری که روز سه‌شنبه به دستور باراک اوباما عازم مصر شد، با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر و سامح شکری وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کرد تا از ابتکار مصری‌ها برای آتش بس زمینه‌ای برای پایان دادن به بحران جاری بسازد. او در کنفرانس خبری مشترک با سامح شکری گفت برای همه خانواده‌های بیگناه در هر دو طرف درگیری که زندگی‌هایشان در پی این نبرد نابود شد، امیدواریم که به زودی بتوانیم به خشونت‌ها پایان دهیم. آقای کری تأکید کرد حماس یک انتخاب اساسی پیش رو دارد و این انتخابی است که تأثیری اساسی بر زندگی مردم غزه خواهد داشت. مصر پیشتر در سال 2012 در متوقف کردن درگیری‌های میان اسرائیل و فلسطین نقشی کلیدی داشت، اما با توجه به موضع تخاصم‌آمیز حماس و دولت کنونی مصر
حماس به تازگی طرح پیشنهادی قاهره برای آتش‌بس را رد کرده است. به گفته مقامات بهداشت و درمان در غزه، در جریان درگیری‌های دو هفته اخیر تعداد کشته شدگان در فلسطین به 621 نفر رسیده که در این میان نزدیک به 100 نفر از آنها کودکان بودند. ارتش اسرائیل می‌گوید از زمان آغاز حملات دست کم 183 شبه نظامی را کشته است. در اقدامی کم سابقه با توجه به ادامه درگیری‌ها، اداره هوانوردی فدرال آمریکا نگرانی‌های امنیتی موجود پروازهای خطوط هوایی آمریکایی به فرودگاه‌های بین‌المللی اسرائیل را دست کم برای 24 ساعت متوقف کرده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یکی از راکت‌های شلیک شده از غزه در مجاورت فرودگاه و در فاصله 6 مایلی منفجر شد و دو تن را مجروح کرد. با توجه به حادثه‌ای که هفته گذشته برای هواپیمای مسافربری مالزی رخ داد، حساسیت‌ها نسبت به امنیت پرواز بیش از پیش هم شده است. حالا با توجه به وخامت اوضاع، فقط پروازهای هواپیمایی ملی اسرائیل طبق روال معمول انجام خواهد شد. گفته می‌شود لغو این پروازها آسیب‌های جدی به اقتصاد متکی به توریسم اسرائیل را وارد خواهد کرد. یکی از مقامات اسرائیلی به شرط افشا نشدن هویتش به نیویورک تایمز گفته هیچ یک از این خطوط هوایی پیش از اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو پروازها اسرائیل را در جریان ماجرا قرار ندادند. به گفته این مقام اسرائیلی شرایط برای پرواز به اسرائیل همچنان کاملا فراهم است و همه موشک‌هایی که به سمت تل آویو شلیک می‌شود توسط سیستم دفاع ضد موشکی یا همان گنبد آهنین خنسا خواهد شد. اسرائیل دو فرودگاه بین‌المللی دیگر هم در ایلات و حیفا دارد که عموماً پروازهای داخلی و گاه اروپایی را پوشش می‌دهند. هیچ یک از خطوط هواپیمایی آمریکا به این دو فرودگاه پروازی ندارند. مقامات اسرائیل ابراز امیدواری کردند که پروازهای بین‌المللی پس از 24 ساعت از سر گرفته شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حمله نیروهای اوکراینی با تانک به نیروهای تجزیه طلب در دونسک را غیر قابل قبول خوانده و خواستار آتش‌بس موقت شد تا تحقیقات بین‌المللی در مورد سقوط هواپیمای مالزیایی انجام گیرد. رئیس جمهوری روسیه از غرب خواست تا از نفوذش بر دولت اوکراین استفاده کند تا جنگ در شرق این کشور پایان گیرد. سخنان آقای پوتین در حالی است که باراک اوباما روز دوشنبه 30 تیر انگشت اتهام در حادثه سقوط هواپیمای مالزیایی را به سوی ولادیمیر پوتین نشانه رفت و تاکید کرد وی مسئولیت مستقیم دارد تا جدایی طلبان هوادار مسکو را به همکاری با تحقیقات بین‌المللی متقاعد کند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روسیه را در رابطه با سقوط هواپیمای مسافربری مقصر می‌دانند، اما برای اتخاذ تحریم‌های تازه علیه این کشور هم نظر نیستند. فرانسه بر فروش کشتی جنگی به روسیه پافشاری می‌کند. نشست وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 31 تیر بدون چشم‌انداز مشخصی در رابطه با تحریم روسیه به پایان رسید. کاترین آشتون، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از اتمام این نشست در جمع خبرنگاران تاکید کرد که در حال حاضر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه مطرح نیست. در حالی که فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا و همتای لهستانی وی رادوسلاو سیکوروسکی خواستار برخورد شدید با روسیه هستند، اتریش و ایتالیا با تحریم‌های تازه به شدت مخالفند، زیرا با روسیه در زمینه انرژی همکاری گسترده‌ای دارند و مایل به تیرگی روابط خود با این کشور نیستند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا حتی در زمینه تحریم فروش جنگ افزار به روسیه نیز به توافق نرسیدند. بیش از همه فرانسه با چنین اقدامی مخالف است. فرانسه با پافشاری بر اجرای قرارداد کنونی خود با روسیه بر فروش دو ناو جنگی به قیمت 1,200,000,000 یورو به این کشور اصرار می‌ورزد. یکی از این دو کشتی آماده شده و قرار است در ماه اکتبر به روسیه تحویل داده شود. کشتی دوم هنوز در مراحل اولیه ساخت است. فرانک والتر شتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان هم با تحریم‌های سخت‌تر علیه روسیه موافق نیست، اما همواره تاکید می‌کند که روسیه باید پشتیبانی از جدایی طلبان اوکراین را پایان دهد و مرزهای خود را به روی آنان ببندد.
همزمان با نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا این خبر منتشر شد که باقی مانده های اجساد صدها تن از قربانیان فاجعه هوایی شرق اوکراین به شهر خارکوف که تحت کنترل دولت اوکراین است منتقل شدند. پیشتر دولت اوکراین خبر داده بود که جدایی طلبان اجساد بسیاری از سرنشینان هواپیما را در قطار سردخانه‌داری جا داده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. مارک روته وزیر خارجه هلند اظهار داشت که باقی مانده های اجساد برای شناسایی به آمستردام فرستاده می شوند. هنوز دلیل سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی مالزی مشخص نیست. با وجود این دولت آمریکا و برخی کارشناسان معتقدند که این فاجعه در اثر شلیک موشک‌های زمین به هوا سرنگون شده است. آنها روسیه را مقصر می‌دانند زیرا این کشور جنگ‌افزارهای گوناگونی در اختیار جدایی طلبان اوکراین گذاشته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید روسیه از این جدایی طلبان حمایت می‌کند. روسیه به این شورشیان آموزش نظامی می‌دهد و سلاح در اختیار آنها می‌گذارد. اما روسیه پیوسته بر وجود جت جنگنده‌ای تاکید می‌کند که به گفته مقامات روسی متعلق به ارتش اوکراین بوده و در زمان وقوع فاجعه در نزدیکی هواپیمای مسافربری پرواز می‌کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 30 تیر افرادی را که مدعی شدند روسیه در سرنگونی هواپیمای مسافربری دخیل بوده عوامل مزدور نامید. این هواپیما که با 298 سرنشین از آمستردام عازم کوالالامپور بود روز 17 ژوئیه 26 تیر در شرق اوکراین که تحت کنترل جدایی طلبان است سقوط کرد. در این سانحه تمامی سرنشینان هواپیما کشته شدند. 192 تن از قربانیان هلندی بودند. آلمان و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتقدند که به هر حال بروز این سانحه تصادفی نبوده است. دریاسالار آمریکایی مارک فرگوسن به عنوان فرمانده نیروهای ناتو در اروپا جانشین دریاسالار بروس کلینگان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه فرگوسن 57 ساله که پیش از این جانشین فرمانده عملیات نیروی دریایی در واشنگتن بود در شهر لاگو پاتریا در نزدیکی ناپل مستقر می شود. آقای فرگوسن گفته است من نسبت به تقویت پیمان ناتو و همکاری با متحدان و شرکایمان به منظور تضمین برقراری ثبات و آرامش در سراسر منطقه خود را متعهد می دانم. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه مقام‌ها و نهادهای وابسته به حکومت سوریه به تصویب رساند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا سه فرد حقیقی نزدیک به حکومت بشار اسد و 9 نهاد سوری تحریم شدند. بدین ترتیب با تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا شمار افراد حقیقی و نهادهای تحریم شده سوریه به 192 نفر و 62 نهاد رسید. مقام‌های ترکیه 100 افسر ارشد فعلی و سابق پلیس این کشور را بازداشت کردند. دادستانی ترکیه این عده را به جاسوسی، شنود مکالمات تلفنی، سوء استفاده از مقام، جعل اسناد رسمی و نقض محرمانه بودن تحقیقات متهم کرده است. این بازداشت‌ها به تحقیقات پلیس و شماری از قضات درباره اتهام‌های فساد وزیران کابینه و مقام‌های نزدیک به رجب طیب اردوغان نخست وزیر مربوط می‌شود. این بازداشت‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه انجام می‌شود که رجب طیب اردوغان یکی از نامزدهای آن است. اما خبر دیگر از ترکیه، صنعت نفت سوریه بالغ بر 23 میلیارد دلار خسارت از بابت ناآرامی‌ها در این کشور متحمل شده است. آمارهای تازه منتشر شده در این باره زیان مستقیم بخش نفت سوریه را بالغ بر 3 میلیارد دلار و زیان غیر مستقیم ناشی از تأخیر در تولید را 20 میلیارد دلار ارزیابی می‌کند. میسان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر. تازه ترین آمار منتشر شده در مورد میزان خسارت های ناشی از جنگ در سوریه حکایت از زیان 23 میلیارد دلاری صنعت نفت سوریه در طی 3.5 سال بحران در این کشور داره.
این موضوع که اخیراً توسط وزارت نفت سوریه اعلام شده عنوان میکنه که این خسارت چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم صنعت نفت سوریه رو تحت شعاع خودش قرار داد. تقریبا ماه گذشته بود که در همین ارتباط، یعنی میزان خسارت ناشی از جنگ در سوریه، نهادهای مشترک سازمان ملل متحد آخرین تحقیقاتشون رو در این رابطه منتشر کردن که طی اون گزارش هم شاهد بودیم که اشاره شده بود که تا پایان سال 2013 بیش از 144 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف کشور سوریه خسارت دیده. آقای استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در اون گزارش حتی اشاره کرده بود که این خسارت ها باعث شده 75% مردم سوریه دچار فقر مطلق بشن. بیشتر این خسارت ها در بخش های بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات بوده. همینطور بخش گردشگری سوریه هم در طی مدت خسارات زیادی رو دیده. از جمله اشاره بکنیم به این موضوع که سوریه تا سال 2011، یعنی پیش از نارامی ها در این کشور، یکی از مقصد های مهم گردشگری در خاورمیانه بوده، اما خب جنگ و ویرانی های ناشی از اون باعث تخریب حدود 289 مورد از تاسیسات گردشگری در سوریه شده که همین آسیب ها حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت به صنعت گردشگری در سوریه وارد کرده. صنعت گردشگری که در سوریه 12% کل ناخالص ملی در این کشور رو تشکیل میداد و بازار اشتغالی برای 11% نیروی کار این کشور ایجاد کرده بود. این آمارها البته در بخش‌های گوناگون بسیار نگران کننده تر هم هست. از جمله نزدیک به 1.5 میلیون خانه مسکونی در طی مدت در سوریه تخریب شده، همینطور حدود 5000 مدرسه در سوریه نابود شده و زیرساخت‌های آموزشی این کشور به صورت جدی و تا حدودی جبران ناپذیر در واقع آسیب دیدن. مظفر حالا میلیون ها آواره سوری که چه در این کشور و چه در سطح منطقه پراکنده شدن و خودش باعث ایجاد یک بحران انسانی جدید هم شده و حتی تأثیرات خودش رو در حوزه های دیگه و حتی کشورهای دیگه باقی گذاشته، تا جایی که پیشتر هلن کلارک، رئیس توسعه برنامه سازمان ملل متحد، هشدار داده بود که بحران پناهجویان سوری تهدیدی برای اقتصاد منطقه خواهد بود. بر روی خسارات ناشی از نارامی ها و جنگ در سوریه تنها به این آمار و ارقام خلاصه نمیشه. بر روز با طولانی تر شدن این بحران، آثار منفی اون فراتر از کشور سوریه کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار داده. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید حکومتی طی فتوایی با حضور زنان در ورزشگاه ها مخالفت کرد. آقای مکارم شیرازی گفته است زنان به خاطر جو نامناسب، نوع پوشش مردان، اختلاط جوانان و پخش این اختلاط از رسانه ها لازم نیست به ورزشگاه ها بروند. حضور زنان در استادیوم های ورزشی در ایران ممنوع است. با درخشش والیبالیست های ایرانی بار دیگر موضوع حضور زنان در استادیوم ها موضوع کشمکش میان زنان و حکومت شده است. روز سوم شهریور ماه روز تولد اکبر هاشمی رفسنجانی است و حامیان احمدی نژاد که ملقب به هما یا هواداران محمود احمدی نژاد هستند میخواهند جشن تولدی برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند و کارنامه 3 دهه او را نقد کنند. در همین رابطه محمد رضا داوری مدیر هما گفته است ریل گذاری ساختار نظام جمهوری اسلامی را هاشمی انجام داده است، ساختاری که باید نقد شود تا تفاوت های گفتمان هاشمی با گفتمان احمدی نژاد مشخص شود. آقای داوری احمدی نژاد را همچنان فردی محبوب خوانده و از بازگشت اصولگرایان به دامن او خبر داده است. عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله از ادامه فعالیت گشت‌های موتوری این نیرو بعد از ماه رمضان خبر داد. محتشم اعلام کرده فعالیت این گشت‌ها در ماه رمضان با کندی صورت می‌گیرد، اما پس از پایان این ماه وظیفه دینی با قدرت از سوی برادران مؤمن انجام خواهد شد. دبیر کل انصار حزب الله اضافه کرده برای انجام وظیفه نیاز به مجوز خاصی نیست. خبرگزاری نسیم از ریاست محمد سعیدی کیا بر بنیاد مستضعفان و جانبازان خبر داده است. آقای سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی کابینه اول محمود احمدی نژاد، وزیر جهاد سازندگی کابینه اول محمد خاتمی، وزیر راه و ترابری دولت اول هاشمی رفسنجانی و دولت دوم میرحسین موسوی بوده است.
به گفته علی اکبر ولایتی، شانس ایران برای پیروزی در نبرد دیپلماتیک با غرب زیاد است. آقای ولایتی گفته است چین و روسیه آماده تشکیل یک کنسرسیوم هسته‌ای با ایران هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز بار دیگر تاکید کرده ایران از خواست خود نمی‌گذرد. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک نشست خبری به روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک پرداخت. او در این نشست ضمن برشمردن بحران‌های سیاسی در افغانستان، اوکراین، سوریه و عراق اظهار داشت که غرب برای حل مشکلات خود در این مناطق بیش از پیش خواهان مذاکره با ایران است. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ضمن ابراز آمادگی ایران برای ادامه مذاکرات و رسیدن به یک راه حل نهایی تاکید کرد ایران از خط قرمز خود، یعنی در اختیار گرفتن انرژی هسته‌ای برای مصارف صنعتی، کوتاه نخواهد آمد و با تعداد 500 یا 1500 سانتریفوژ که آنها میگویند کار ما انجام نمی شود. ولایتی یادآور شد آیت الله خامنه ای تاکید کرده است ایران برای رفع نیاز صنعتی خود 190 هزار سو نیاز دارد. تعداد سانتریفوژهای مورد نیاز جمهوری اسلامی برای رسیدن به 190 هزار سو غنی‌سازی بستگی به نوع آنها دارد. هنوز معلوم نیست که این مسئله در مذاکرات هسته‌ای چگونه حل خواهد شد. وزیر پیشین امور خارجه ایران با اشاره به این نکته که ایالات متحده از تجزیه طلبان چین پشتیبانی می کند، گفت خواسته های این دو کشور در تعارض با یکدیگر هستند. او گفت روابط چین با ایران اصلا قابل مقایسه با روابط ما با آمریکا و حتی اروپا نیست و تقریبا حجم روابط ما با چین چیزی حدود 45 میلیارد دلار است و بیشترین کمک‌ها و مساعدت‌ها در زمینه اقتصادی، علمی و تکنولوژی میان ایران و چین برقرار است. مشاور خامنه‌ای در نشست خبری خود تأکید کرد بدون تردید این مذاکرات هسته‌ای نبرد دیپلماتیک محسوب می‌شود که تنها پشت میز مذاکره شکل نمی‌گیرد، بلکه باید در کنار آن مذاکرات خصوصی، دو جانبه و چند جانبه بین مسئولان و تیم مذاکره کننده و طرف‌های دیگر صورت بگیرد. به گفته ولایتی، ایران آمادگی همکاری با کشورهای مختلف حتی در زمینه ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای را دارد و مخالف تشکیل کنسرسیومی میان ایران و برخی دارندگان نیروهای هسته‌ای و همکاری با آنها نیست و در این راستا چین و روسیه به ایران پیشنهاد همکاری دادند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد مأموریت اصلی دولت ایران در مذاکره با گروه پنج به علاوه یک حل بحران هسته‌ای است، ولی اگر مسئله مهم دیگری مانند عراق، سوریه، فلسطین پیش بیاید دولت به فراخور آن موضع‌گیری خواهد کرد. آخرین مرجع تصمیم گیری درباره برنامه اتمی ایران علی خامنه‌ای است. وی بارها تاکید کرده است که با وجود ادامه مذاکرات، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و هیچ یک از دستاوردهای هسته‌ای نیز تعطیل نمی‌شود. پیش از نشست خبری ولایتی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه اظهار نظر کرده بود. به گفته ظریف، اختلافات میان طرف‌های مذاکره بر سر غنی‌سازی اورانیوم نیست، زیرا اصل موضوع پذیرفته شده و غنی‌سازی در ایران انجام خواهد شد، اما راجع به میزان و تعداد هنوز بحث وجود دارد. ظریف با تأکید بر اینکه ایران اهل بازی مذاکراتی نیست گفت بیش از حقوقمان نمی‌خواهیم و از حقوقمان هم کوتاه نمی‌آییم. وزیر امور خارجه ایران درباره عدم توافق با غرب در وین گفت توافق دو طرف دارد و هر دو طرف باید برای آن آمادگی داشته باشند. ما با هدف رسیدن به توافق به مذاکرات رفتیم، اما این کار برای طرف مقابل که شش کشور هستند سخت‌تر است. به گفته ظریف، دور بعدی مذاکرات در اوایل سپتامبر خواهد بود، اما درباره مکان آن هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
علیرضا زاکانی نماینده مجلس گفته متاسفانه امروز حماس یک پارچه نیست، به طوری که بخش سیاسی حماس با جریان اخوان و بخش نظامی آن همراه ایران است. روابط ایران و حماس در دو سال گذشته و در پی بحران جنگ داخلی سوریه دچار افت و خیز شد. شاخه سیاسی حماس از مخالفان مسلح حکومت سوریه حمایت می‌کردند، در حالی که برخی دیگر از رهبران حماس به ویژه شاخه نظامی آن تلاش داشتند روابط نزدیک خود با حزب الله لبنان و ایران را حفظ کنند. به دنبال بهبود رابطه حماس و ایران، المونیتور نوشت با عادی سازی روابط ایران و حماس انتظار می رود کمک های مالی ایران به این گروه اثر گرفته شود. زهرا موسوی، دختر میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، با انتشار متن کوتاه در فیسبوک خود به حملات اخیر بادامچیان به میر حسین موسوی واکنش نشان داد. به گزارش وبسایت کلمه، وی با تاکید بر اینکه اکثریت ایرانیان دلشان سبز است و به دنبال اعدام و کشتن و مرگ نیستند را دستاورد بزرگ سال 88 توصیف کرده است. بادامچیان اخیراً به بهانه پاسخ مسیح مهاجری مدعی شده بود موسوی و کروبی در حصر نیستند و نظام برای حفظ جانشان آنها را در خانه خود محبوس کرده است. به همچنین گفته بود که آماده است به دست فتنه‌گران به شهادت برسد. با ادامه بحران غزه و همچنین ناآرامی‌ها در اوکراین، بهای نفت در بازارهای آمریکا و اروپا افزایش یافت و به ترتیب به بیش از 103 و 108 دلار رسید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عصر روز سه‌شنبه بهای هر بشکه نفت برای تحویل در ماه اوت در بازار نیویورک 15 سنت افزایش یافت و به 103 دلار رسید. نفت برنت نیز در بازار لندن با 43 سنت کاهش بشکه 108 دلار و 11 سنت معامله شد. ناآرامی‌ها در اوکراین و ادامه جنگ در غزه موجب اخلال در بازار عرضه نفت شده است. خبرگزاری رویترز خبر داده ماموران امنیتی مصر از جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر بازرسی بدنی به عمل آوردند. این بازرسی بدنی که علاوه بر جان کری از معاونان ارشد وی هم به عمل آمده با دستگاه فلزیاب انجام شده است. بر اساس گزارش رویترز از دستیاران جان کری هم بازرسی بدنی به عمل آمده و دست کم یک نفر از آنها خواسته شده جیبش را خالی کند. به گفته این رویترز، جاناتان فاینر معاون رئیس دفتر وزیر خارجه و جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه جزو نفراتی بودند که مورد بازرسی قرار گرفتند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم که با خبر تلویزیون ایران فردا همراه بودید. دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش میشود. شب و روز شما خوش.